به نام خداوند زیبا سخن، خداوند آلاله ها در چمن، به نام خداوند آلاله ها، خداوند پروانه ها، پونه ها. با سلام و خسته نباشید خدمت همه شما شاگرده عزیز. امیدوار هستم در هر کجایی که باشین جور صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. خب شاگرده عزیز، امروز بخیر ما و شما ریاضی صنف نهم هست. موضوعی که میخوانیم شکل عمومی معادله خط مستقیم است. خب اهداف ما که بخیر شما در اخیر ساعت درسی باید به او برسین چی است؟ یکی که شکل عمومی معادله خط مستقیم شما بخیر باید بدانین و اینکه معادله خط مستقیم شما دریافت کرده بتانین. درس ما درس 40 است و صفحه ما از 73 تا 74 کتابتان است. خب شاگرده عزیز، درس گذشته ما در مورد چی بود؟ بسیار خوب، ما معادله خط مستقیم را دریافت کردیم در صورتی که یک نقطه و یک میلش چی باشد؟ یک نقطه و میلش معلوم باشد. مثال های او را کار کردیم، از کدام معادل استفاده می کردیم؟ کدام معادله بود؟ بسیار خوب، وای منفی بی مساوی به ام ضرب اکس منفی ا، یا گفتیم وای منفی وای یک مساوی به ام ضرب اکس منفی اکس یک. بسیار عالی شاگرد عزیز، سوالاش را کار کردیم. خدا کنه که سوالا رو شما در خانه دوباره کار کرده باشین و اینکه کارخانگی که بهتون دادیم حتما او را کار کنین. شاگرد عزیز، کارخانگیتون بسیار مهم است، حتما در کتابچه هایتون کارخانگی ها را نوشته کنین، به خاطری که روزی که بخیر دوباره مکتب آمدین او کتابچه هایتون دوباره از طرف استادایتون دیده میشه و چک میشه، اینو متوجه باشین. خب استاد شاگرد عزیز، حال میریم سر این که شکل عمومی معادله خط مستقیم هست. قبل از اینکه درس ما رو شروع کنیم شاگرد عزیز، به این شکل شما سه خط مستقیم میبینید، L1 هست، L2 هست و L3 هست. صحیح شاگرد عزیز؟ خب یا حال در کدام حالت قرار داره فکر میکنید؟ چی فکر میکنید؟ بسیار عالی، L1 و L2 با هم چیست؟ موازی هست، بسیار عالی. و اینکه L3 با L2 و L1 چی هست شاگرد عزیز؟ متقاطع هست. بسیار خوب، L3 و L1 متقاطع هست. همچنین میتونیم بگیم در یک نقطه دیگه همراه L1. خب شاگرد عزیز، میریم سر درس نهم. این ما شما معادله خط مستقیم در اول ما به شما گفتم وقتی که از دو نقطه میگذره معادله خط مستقیم چطور پیدا میشه، در صورتی که یک نقطهش معلوم باشه و میلش معلوم باشه معادله خط مستقیم چطور پیدا میشه، این رو ما شما کار کردیم. حالا میخوایم شکل عمومی معادله خط مستقیم به شما چی کنیم؟ نوشته کنیم. خب شاگرد عزیز، شکل عمومی معادله خط مستقیم ما به شما نوشته میکنم، شما دقت کنین و ببینید. x مثبت by جمع c مساوی به 0. در اینجا شاگرد عزیز a b و c اعداد حقیقی هستند. اعداد چی هستند؟ اعداد حقیقی هستند، درست است؟ و در اینجا b خلاف 0 است. خب شاگرد عزیز، شکل عمومی معادله خط مستقیم ما به این شکل است. اگر ما این را قیمت وای ازی پیدا کنیم، ببینیم که چطور ما این کار کرده میتونیم نوشته کرده میتونیم که بی وای مساوی به منفی سی منفی ای اکس، درست است؟ حالا چی میکنیم؟ اطراف تقسیم ضریب وای میکنیم که بی هست، پس میگیم وای مساوی به منفی ای بر بی اکس منفی سی بر بی. چی فرق میکنه که ایتون نوشته کنم؟ اینجا ضریب اکس ما که منفی ای بر بی هست در حقیقت چیه شاگرد عزیز؟ من یک رنگ دیگه به تا نوشته میکنم. ضریب اکس ما که منفی ای بر بی هست این میل ماست. این چی ما شاگرد عزیز؟ میل خط مستقیم است و این منفی سی بر بی ما منفی سی بر بی ما تقاطع با محور وای هست، درست شاگرد عزیز؟ پس ما شما میریم سر این که معادله عمومی ما اگر به این شکل باشه، وای مساوی به ام اکس مثبت بی که در اینجا ام میل ماست و بی ما در این قد چیه شاگرد عزیز؟ همون تقاطع با محور وای است، همون ترتیبی است که تقاطع با محور وای نشان میده. این رو من پاک میکنم شاگرد عزیز. حالا میریم سر حالات خطوط مستقیم. سر چی میریم؟ حالات خطوط مستقیم. نوشتن میکنم عنوانش حالات خطوط مستقیم. حالت اول، اگر ما یک خط مستقیمی داشته باشیم که به این شکل باشه، اگر ما دو خط مستقیم یا معادله خط مستقیم داریم که به این شکل است، A1 X جمع B1 Y جمع C1 مساوی به 0 و خود خط مستقیم دیگه ما A2 X جمع B2 Y جمع C2 مساوی به 0.
بی دوای جمع سی دو مساوی با صفر. ما میگیم در این معادله خط مستقیم چه وقت ای متقاطع هست؟ زمانی که ما اگر وای قیمت وای پیدا کنیم و میلش پیدا کنیم، اگر یک بر بی یک یا میلش خلاف ای دوی بر بی دو باشن، ما میگیم ای خطوط با هم چی هستن؟ متقاطع هستن. خطوط با هم چی هستن؟ متقاطع. یا میتونیم نوشته کنیم ای یک بر ای دو خلاف چی باشن؟ بی یک بر بی دو. ای یک بر ای دو اگر خلاف بی یک بر بی دو باشه، یا که ما از جنس وای که پیدا میکنیم میلشه، ای یک بر بی یک بیشتر که به شما گفتیم خلاف ای دو بر بی دو باشه، ما میگیم این خطوط با هم چی هستن؟ متقاطع هستن. حالت اول. سعی شد چگر عزیز؟ حالت دوم دقت کنید. باز ما اگر به این شکل داشته باشیم ای یک اکس جمع بی یک وای جمع سی یک مساوی به صفر، و دیگهش باشه ای دو اکس جمع بی دو وای جمع سی دو مساوی به صفر. چه وقت موازی بوده میتونه؟ در صورتی که اینجا بتن نوشته میکنم، اگر ای یک بر بی یک مساوی به ای دوی بر بی دو باشه، یا یعنی میلاش با هم چی باشه؟ مساوی باشه، خطوط با هم موازی است، مثلا اون شکلی که به تان نشان دادم، یا میتونیم بگیم که ای یک بر ای دو مساوی باشه با بی یک بر بی دو. ما میتونیم بگیم که خطوط با هم چی هستن؟ موازی هستن. سه شاگرد عزیز، حالت سیم اینجا به تان نشان میکنم، چرخ با هم متقاطع هستن، منطبق هستن. اگر ای یک ایکس جمع بی یک وای جمع سی یک مساوی به صفر، و ای دو ایکس جمع بی دو وای مثبت سی دو مساوی به صفر. چرا خطوط با هم منطبق است شاگرد عزیز؟ زمانی که ای یک بر ای دو مساوی باشه با بی یک بر بی دو، مساوی باشه با سی یک بر سی دو. ما میگیم که این خطوط با هم چی است؟ متقاطع است. ما میگیم این خطوط با هم چی است شاگرد عزیز؟ متقاطع است. ما اینه نوشته کنم چون سی خورده سی یک بر سی دو. میگیم که این خطوط با هم متقاطع است. میام سر مثال هایی کار میکنیم، همین قسمی که ما گفتیم به شما، حالا ما میبینیم در مثال ها چطور میتونیم که از این شروط استفاده کنیم. پاک میکنم تختره. خب شاگرد عزیز، مثال اول شاگرد عزیز گفته که اگر ما سیستم معادلات خطی داشته باشیم، شما بگین که موازی است، منطبق است یا متقاطع است، درست است؟ خب اگر داشته باشیم 6 مثبت 4 وای منفی 5 مساوی به 0 و 4 ایکس منفی 3 وای منفی 1 مساوی به 0، شما میگه بگین که این عمود است، این سیستم معادلات خطی منطبق است یا موازی است. اولین کاری که میکنیم شرط است. در ببینید، اول اینطور میگیم که ای یک ما چی است؟ 3. ای دوی ما چی است؟ 4. درست است؟ بی یک ما چی است؟ 4. بی دوی ما منفی 3. سی یک ما منفی 5 و سی دوی ما منفی 1. خب حالا ببینیم که کدام شرط اینجا صدق میکنه. آیا ای یک بر ای دو مساوی هست با بی یک بر بی دو؟ مساوی است؟ نیست. پس خلاف است. میگیم که این خطوط با هم چی است؟ خطوط منطبق است. شرطش رو فهمیدین؟ ای یک بر بی دو مساوی با ای یک بر ای دو خلاف بی یک بر بی دو. ما میگیم خطوط با هم چی است؟ در حالت منطبق است. حالی منطبق نه، ببخشید، منطبق نه، متقاطع است. متقاطع است. من منطبق گفتم، منطبق نیست شاگرد عزیز، متقاطع است. در شرط منطبق بودن مساوی بود. خب این دوتا با هم چی هستن؟ متقاطع هستن. چی هستن؟ متقاطع هستن. یعنی این خطوط در یک نقطه یکی دیگه خود قطع میکنن. حال اینجا رو ببینید شاگرد عزیز که اگر به جالب دیگه هم هست. آیا خطوط متقاطع، آیا من گفتم میدونم که عمود است بالای یکی دیگه خود؟ بله عمودم گفتم میتونیم. چرا؟ ببینید این 3 بر 4 هست. اگر ما بخوایم میل ای را پیدا کنم، میل یک شاگرد عزیز اگر ضرب میل دیگه شوه منفی یک با ما میده. میلش اگر بخوایم چی کنم؟ پیدا کنم. پس من گفتم میتونم، یعنی 3 بر 4 و 4 بر منفی 3. سه شاگرد عزیز،
اگر به این شکل ما بخوایم پیدا کنم 3 بر 4 4 بر منفی 3 اگر ضرب کنم منفی 1 به ما میده. بنان گفتم میتونم که این خطوط متقاطع بالا یک دیگر چی هم هست؟ عمود هم هست. درست است؟ سوال بعدی رو شاگرد عزیز میبینیم؟ من این رو پاک میکنم. یک مثال دیگه هست. ببینید به شما میگه البته این مثال تمرین کتابتان هم هست شاگرد عزیز. میخوایم همین‌ها رو دوباره به شما بگیم. مثلا یک سیستم معادله دیگه داریم ما شما. 4x مثبت 3 وای منفی 1 مساوی به 0 و دیگهش هست 8x مثبت 6 وای مثبت 5 مساوی به 0. میگه یا کدام رابطه دارن؟ خب ما میگیم A1 بر A2 4 بر 8 مساوی. آیا ببینیم با 3 بر 6 خب 1 بر 5 خلاف میه. ببینید آیا دو تا با هم مساوی هست یا نه؟ خب اگر اختصار کنیم میشه با 2 یا با 4 اگر اختصار کنیم 1 4 4 2 4 8 با 3 اگر اختصار کنیم 1 3 3 2 3 6. آیا با هم مساوی نشد؟ مساوی شد. پس گفتم میتونیم که خطوط با هم چی است؟ موازی است. شاگرد عزیز فهمیدین؟ بدونی که سوال چی کردیم؟ حل کنیم. ما از روی سوال میفهمیم که خطوط مستقیم با هم چی است؟ موازی است. به اساس شرطی که به ما داده شده. حالا میریم به سوال آخر. 8x منفی 4y مثبت 10 مساوی به 0 و دیگهش هست 4x منفی 2y مثبت 5 مساوی به 0. خب ضریبهش هم میگیریم 8 بر 4 مساوی به منفی 4 بر منفی 2 مساوی به 10 بر 5. ببینیم موازی است، منطبق است یا متقاطع است. خب 8 تقسیم 4 کنیم 2 4 8 نمیشه؟ سیست؟ مساوی به 4 تقسیم 2 2 مساوی 10 تقسیم 5 2. پس یا خطوط با هم چی است؟ منطبق است. خط اول مستقیم اول و خطوط خط مستقیم دوم با هم چی هستند؟ منطبق هستند. خب شاگرد عزیز این بود درس ما. خدا کنه که درس امروز خوب یاد گرفته باشین. درس امروز شاگرد عزیز ما در مورد چی بود؟ سارالی درس امروز ما شکل عمومی معادله خط مستقیم بود. خب شکل عمومی معادله خط مستقیم ما چی بود؟ بسیار خوب. x جمع بی وای جمع سی مساوی به صفر. در صورتی که ای و بی و سی چی باشه؟ اعداد حقیقی باشه و بی خلاف صفر باشه. بسیار عالی شاگرد عزیز. خب ما شما فهمیدیم که معادله خط مستقیم و شکل عمومیش چی است و اینکه تانستیم که حالات خطوط مستقیم را دریافت کنیم در صورتی که موازی باشه، در صورتی که منطبق باشه و در صورتی که چی باشه؟ متقاطع باشه. خب شاگرد عزیز میتونید که تمرین صفحه 74 کتابتان را باز کنین. نه خیر ببخشید. بله 74 کتابتان است. صفحه 74 کتابتان را باز کنین. تمرین را حتما در خانه‌تان حل کنین. 3 سوال هست شاگرد عزیز. این 3 سوال رو انشالله که شما در خانه کار کنین میفهمم که در درس دیگه هیچ مشکلی شما نمیداشته باشین و بخیر به هفته بعدی و درس بعدی بخیر. ما شما درس نوه که دادیم حتما با درس گذشته ما ارتباط داره، یعنی شما باید حتما سوالا رو در خانه حل کرده باشین. خب شاگرد عزیز تا درس بعدی، روز بعدی و جلسه بعدی الله حافظ و نگهدار شما.